اینجا این کار این برعکس قبلی ها چیه؟ خیلی قلت رنگ ملاکه، اینکه کی رنگ رو بذاری ملاکه. خب من اینجا بنفش قهوه‌ای رو دوباره ساختم، یکم آبی بهش اضافه کردم و قهوه‌مون آبی بنفش. سپیا یا برد سینا یا برد آمبر، آبی کوبالت و بنفش دیوکساید ویولت. ببین این مدل کار کردن اینجا با اون دفعه خب فرق داره. رنگ غلیظ اگه بردارن 100% پخش میشه توی همه اینا. این چه حس قشنگی گره. همین الان میرم سراغ جایی که میخوام بهش وصل بشه، مثلا همین رنگ نارنجی. رنگ نارنجی رو الان بردارم، رنگ نارنجی رو هم که میزنم همین الان، نمیذارم خوش بشه. خب دوباره رنگ بعدی برای مقایسه کنید با قبلی، خیلی حس خاصی داره. حالا این اسپری ما اینجا خیلی پوش آبش چیز نیست، پودری نیست، اینجوری بگم بهتره. اگه پودری بود میخواستم یه مدل دیگه ای براتون بگم. تو کشیدنمون وقتی دارید رنگ میکنیم، وقتی داره خوش میشه، من اسپری رو میزنم روی کار، بعد باعث میشه که یه حس محبه میده به کار. وقتی این داره پخش میشه، این دونه ها میشینه نه کمی بورش میکنه، یه جایی خوبه یه جایی هم خوب بده، یعنی این رو باید در نظر بگیری که کجا میخوای این رو در نظر بگیری. این یه پرنده ما، سایه هاشو میخوای میذاریم با هم یا نه کار خاصی نداره. سایه هاشم این بند سینا ترکیب کردم، قد وست، قد وست. خب آبی که میاد حس سیال خاکستری میکنه. توی این کلاس های مجازی معمولا این به خود دوستانم خیلی خوب برمیگرده، مثلا بعضیاتون دو برابر بعضیاتون تمرین میکنید، خب بعد 100% نتیجه که از اون کلاس میگیرید شاید مفیدتر باشه دیگه. خب طبیعیه که مفیدتره، چون دارید بیشتر تمرین میکنید. اینو باید در نظر بگیرید که خودتون هم چی هستید، ملاک هستید توش تا حدی. مثلا یک کسی که 50 سوال توی یه هفته بپرسه، حالا من شاید 3 تاش نرسم جواب بدم، ولی واقعش جواب میدم دیگه. یک کسی هم هر 2 هفته یه سوالم نپرسه، فکر کنم. خب اینا فرق دارن دیگه اگه اینو بخوایم بگیم.